سلام، تو این ویدیو میخوام یکی از پرکاربردترین زمانها در زبان انگلیسی رو به شما یاد بدم، زمان present simple یا حال ساده. این زمان نشون دهنده کاریه که در زمان حال یک یا چند بار تکرار میشه، یا اینکه یک واقعیت، یک حقیقت کلی و عمومیه. ساختار این زمان به چه صورته؟ فقط کافیه که شکل ساده فعل یعنی مصدر بدون تو رو استفاده کنید. مثلا زندگی کردن میشه to live. درسته؟ خب من میشه I. حالا میخوام بگم من در یک آپارتمان زندگی میکنم، کافیه بگم I live in an apartment. بعد از من تکرار کنید I live in an apartment. I live. درسته؟ شکل ساده فعل. مثلا کار کردن میشه چی؟ To work. خب آنها در یک بانک کار میکنند. They work in a bank. بعد از من تکرار کنید. They work in a bank. دیدین؟ خیلی ساده است. پس شکل ساده فعل بعد از فاعل استفاده میشه. یه مثال دیگه. یاد گرفتن میشه To learn. خب میخوام بگم که شما در این پیج انگلیسی یاد میگیرید. بعد بگم You learn English on this page. بعد از من تکرار کنید You learn English on this page. اگر فاعل شما سوم شخص مفرد باشه، یعنی He, She, It، کافیه که بعد از فعل یک S یا یک ES اضافه کنید، که در ویدیوهای بعدی من توضیح خواهم داد که کجا S و کجا ES. بعد از فاعل های سوم شخص مفرد He, She, It که میشه او در فارسی یا آن، باید به فعل اس یا ای اس اضافه کرد. پس به این صورت میشه، مثلا او در یک آپارتمان زندگی میکنه. He lives. دیگه live نیست، lives، اس گرفته. He lives in an apartment. تکرار کنید. He lives in an apartment. مثلا برادرم در یک بانک کار میکنه. My brother، که میشه he، پس اون شخص مفرده. My brother works in a bank. Works. یعنی اس میگیره. تکرار کنید. My brother works in a bank. خب. پس به فعل اس یا ای اس اضافه میکنیم وقتی که سوم شخص مفرد باشه. از قیدهای تکرار مثل always, usually, often, sometimes, hardly, hardly ever, never میتونین در زمان حال ساده استفاده کنید. نکته خیلی مهم، این قیدها باید قبل از فعل اصلی استفاده بشن. مثلا I get up early. I get up. بیدار میشم. Early. زود. حالا میخوام بگم بعضی وقتا زود بیدار میشم. میگم I sometimes get up early. میخوام بگم همیشه زود بیدار میشم. I always get up early. تکرار کنید. I always get up early. حالا میخوام بگم هیچ وقت زود بیدار نمیشم. I never get up early. I never. میبینید؟ قبل از فعل اصلی. مگر اینکه فعلتون فعل to be باشه. Am, is, are که توی ویدیو توضیح دادیم. اگر فعلای to be استفاده کنید باید اون قید تکرار بعد از اون فعل to be قرار بگیره. مثلا I am on time. من سر وقتم. حالا میخوام بگم من معمولا سر وقتم. I'm usually on time. I'm usually. میبینید؟ بعد از am. I'm usually on time. تکرار کنید. معمولا آدم شادیه. He's usually happy. اگه بخوام بگم اصلا هیچ وقت شاد نیست. He's never happy. میبینید؟ بعد از فعل to be.